نیروهای پلیس نیجریه دو تن از شیعیان این کشور را به شهادت رساندند. در یورش پلیس نیجریه به کاروان عزاداران اربعین حسینی در ایالت کانو، یکی از بزرگان شیعه این ایالت به نام سوناسی عبدالقادر و یک تن از بانوان عزادار به شهادت رسیدند. به گفته یکی از شاهدان عینی این حادثه در بالای پل معروف لادو در امتداد جاده مربوط به شهر زاریا به وقوع پیوست. پلیس نیجریه پس از یورش به خیل عزاداران اربعین حسینی برای متفرق کردن آنها از گاز اشکاور و گلوله های جنگی استفاده کرده است. هنوز آماری دقیق از مجروحان حمله پلیس نیجریه به عزاداران حسینی اعلام نشده ولی منابع محلی گفتند که بسیاری از شیعیان مجروح شدند. به گفته شاهدان عینی احتمالاً کودکان و بانوان عزادار بیشترین تعداد از مجروحان این حادثه را تشکیل می دهند. اقدامات خشونتبار نیروهای پلیس و ارتش نیجریه علیه شیعیان این کشور همچنان ادامه دارد. آنها در بزرگترین حمله مسلحانه خود به شیعیان در دو سال قبل صدها تن از شیعیان غیر نظامی را به شهادت رساندند و تعدادی زیاد از آنان را در گورهای جمعی دفن کردند. به گفته برخی منابع مستقل نیجریایی در آن حمله بیش از 2000 تن از شیعیان شهید یا مجروح شدند.